بینندگان عزیز، با سلام به شما. الوعد وفا، گفتم به شما در برنامه خودم که امروز با آقای دکتر حسن ماسالی خواهیم بود تا درباره جریانات اخیر ایران و جهان با هم گفت و شنودی داشته باشیم. آقا خیلی خوش آمدید. به قول آمریکایی‌ها لانگ تایم نو سی. درود فراوان به شما، خیلی متشکرم از دعوت شما. دوستان عزیز، آقای دکتر حسن ماسالی رو اکثرا میشناسید. اگر نمیشناسید ایشون رو، لطف کنید به وبسایت ایشون drhasanmasali.com مراجعه کنید و در طی برنامه هم اگر سوالی یا مطلبی دارید میتونید با ایمیل ارسال کنید و ایشون به شما پاسخ خواهند داد. ایمیل ایشون خیلی ساده است، همین اسم و فامیل خودشون رو، اول اسمشون رو و فامیلشون رو، hmasali@gmail.com، همینجوری که در زیر صفحه هم میبینید. و موضوع اخیر، آقای ماسالی، 40 سال گذشت، هنوز اندر خم یک کوچه هستیم و این چندمین بار بود که مردم ایران آمدن در خیابانها و بفرمایید که چه باید کرد. ولی متاسفانه حالا من برای اینکه مختصر اشاره بکنم راجع به اینکه این رژیم اصلا چگونه به قدرت رسید، خب همه مردم اطلاع دارن که چگونه خمینی از نجف بردنش پاریس، ازش رهبر درست کردن، نیروهای خارجی چه نقشی داشتن، عوامل مزدوری رو که با CIA همکاری میکردن در این رابطه چه کار بودن، خمینی چطور شد رهبر شد به ایران برگشت و این بنیانگذار جمهوری به اصطلاح اسلامی شد. و من اسمش رو نمیتونم بگم جمهوری، برای اینکه یک هچل هفتیه، یه حکومتیه که جمهوری نیست، یک جریان دین سالاری ارتجاییه که ادهی آخوند دزد و جنایتکار و دروغگو و خرافات پرور 40 ساله که این مملکت حاکمیت خودشون رو حفظ کردن. و جای تأسفه که نه تنها این حکومت بر سر قدرته، جای تأسفه که نیروهای سیاسی ماها به عنوان نیروهای سیاسی ایرانی که ادعای آزادی خواهی، دموکراسی خواهی، ایران دوستی میکنیم، هنوز از یک تشکیلات و سازمان یافتگی درستی برخوردار نیستیم. هنوز یک کادر رهبری که مردم رو به طور دراز مدت حمایت بکنه و هدایت بکنه وجود نداره. الان همونطور که اشاره کردین، از زمان به قدرت رسیدن خمینی تا حالا قریب دو سه مرتبه شورش عمومی شده، مردم از روی استیصال شورش کردن بر علیه ترور، اختناق و مسائل اقتصادی که درش رنج میبرن و برخواستن و کشته دادن. ولی اپوزیسیونی و نیروی سازمان یافته‌ای که بتونه این مردم رو حمایت بکنه و شورش اینها رو به سرانجام مطلوب برسونه، متاسفانه وجود نداره. که من بعداً بخش دیگر از صحبتم میخوام اشاره بکنم که چه کار بکنیم که از این منجلاب رهایی پیدا بکنیم و این رژیم رو به طور بنیادی متلاشی بکنیم و یک حکومت مطلوب مردمی بر سر قدرت بیاریم. آقای ماسالی، شما خیلی معروف هستید در رابطه با استفاده اسلحه و سابقه هم که دارید شما نشون میده که به اصطلاح این کار قبلا شده و به اصطلاح شما فقط حرفشو نمیزنید، عملا میکنید. جدیدن با صحبت این شده، خیلی ها الان میگن که دیگه قرن اسلحه و اینها نیست، ولی شما واقعا باور دارید که در مقابل دیکتاتوری که حرف حساب حالیش نیست باید با اسلحه وارد شد؟ یه مقدار در این مورد توضیح بدید. بله، ببینین، یک بعضی ها از افراد هستن تو گروه های مختلف اینجوری استدلال میکنن، میگن ما از خشونت باید پرهیز بکنیم. این
حرف درسته در برابر یک جامعه‌ای و حکومتی که به دموکراسی احترام میذاره و یا در چارچوب دموکراسی خواهی اعمال نفوذ میکنه، به توجه نمیکنه به خواستهای مردم. ولی 40 سال اینا دارن مردم رو میکشن، قتل عام میکنن، کشور رو دارن غارت میکنن. آخه چطور اگه ما به عنوان حتی انسان دموکراتی باشیم هممون، چگونه به خودمون اجازه میدیم که قربانی بی آزاری باشیم در مقابل فاشیسم؟ من به نظر من این حکومت اسلامی نیست، این یه حکومت فاشیسم اسلامیه، فاشیستی اسلامیه. بنابراین همونطوری که در مقابل هیتلر، موسولینی غیره با اسلحه وارد شدن، ناچار شدن، همین کشورهایی که ادعای دموکراسی خواهی میکنن، بنابراین ما چطور از ما انتظار دارن که در ایران در مقابل چنین حکومت فاشیستی که مرتب قتل عام میکنه، دزدی میکنه، دروغ میگه، غارت میکنه، بیایم بهش بگیم که ما دست به تمنا بزنیم، التماس کنیم که بیایم با هم گفتگو کنیم؟ آخه با کی گفتگو بکنیم؟ با کی معامله بکنیم؟ یک جریاناتی هستن به نام آخوند. آخوند، تعریفی آخوند چیه؟ این عبا و عمامه که پوشیدن، این رو، اینا رو با هدایت حتی دولت‌های خارجی، تاریخ اسنادش وجود داره، اینها رو تبدیل به ژنرال‌هایی کردن در ایران که بتونن یه حکومت فاشیستی رو در ایران به سر قدرت برسونن و از اون ورم پشت پرده وارد معامله شدن و غارت میکنن. الان همین حالا هم آمریکا و هم کشورهای اروپا همشون پشت پرده دارن با این رژیم معامله میکنن و این رژیم موفق شده که به خودش اجازه بده حتی نیروهای تروریستی و آشوبگر در کشورهای مختلف خاورمیانه به وجود بیاره، از یمن گرفته، عراق گرفته، مردم عراق را حتی قتل عام کرده، مردم از دست این رژیم حتی تو عراق به زلده شدن و شورش کردن. بنابراین ما ایرانی ها به نظر من اگر میخواهیم هویت خودمون رو حفظ بکنیم، دموکراسی رو برقرار بکنیم، باید یک جنبش قدرتمند با مقاومت مسلحانه شکل بدیم، سازماندهی بکنیم. البته هیچ کس مجبور نیست که در مبارزه مسلحانه شرکت بکنه. این به نظر من به عنوان یک شیوه مبارزه، به عنوان محوری و اساسی در جنبش باید باشه، ولی هر کسی به اندازه تواناییش میتونه در مبارزه شرکت کنه. یکی میاد میگه من فقط میتونم اعتصاب کنم، یکی میتونه از همکاری با رژیم سرباز بزنه، یکی میتونه تظاهرات بکنه، ولی باید در محور مبارزه یک تشکیلات قدرتمندی باشه که بتونه حامی مردم باشه و حتی نگذاره اون کسی که به طور مسالمت‌آمیز اومده در خیابون شرکت بکنه اونا به کشته بشه و نابود بکنه و پاسخ بده به این رژیم. من خودم قربانیان زیادی دادم، حتی در این رژیم، در این رژیم قربانی دادم، ولی از پا نمی نشینم و عقیده دارم که می توانیم. حتی من می شناسم آدم هایی رو که در درون ارتش هستن، از سربازش گرفته تا افسرش، ولی چون یک رهبری سیاسی درست این در ایران وجود نداشته، اینها نمی دونستن از جایگاه خودشون چگونه استفاده بکنن و در خدمت مردم باشن. من پیشنهاد من اینه که تمام این افسران یا سربازان که نباید محل خدمت خودشون رو ترک کنن، بلکه در اونجا تشکیلات های هسته های مقاومت مخفی تشکیل بدن و در
شرایط معینی به یاری مردم برخیزن و جوان ها میتونن سازماندهی مخفی بکنن و حتی به دست آوردن اسلحه هم کاری نداره، ولی باید به کار بردن اسلحه هدفمند باشه، نه اینکه هرج و مرج ایجاد بکنه، بلکه هدفمند باشه. و هدف اصلی ما آخونده. به نظر من این آخونده که دزد و دروغگو و غارتگر هستن، اگر چنانچه یک سری از اینها مجازات بشن، بقیه حساب خودشون رو خواهند کرد. یه مدت راه افتاده بود توی بله من فکر کنم خوشبختانه در بعضی جا رفته و حتی من دیدم، حالا اسم نمیارم، در یکی از شهرستان ها حتی یک خانم ایرانی زله شده بوده، گرفته با کیف دستیش محکم کابونده تو کله آخونده، اونو پرت کرده تو وسط خیابان. من به نظر من این چنین مبارزاتی وجود داره، ولی این سازمان یافته و با قدرت بهتری باید صورت بگیره. ما به آخوند نباید اجازه بدیم در ایران در قدرت شرکت بکنه. و حتی عقیده دارم تمام قوانین و مقررات ارتجایی اسلامی را هم باید لغو کرد. یعنی شما نگاه بکنید هرچی قانون راجب داره، ازدواج، طلاق، ارث، وراثت، همشون ضد زن هست. میخوان بشن تاج کجا و همشون هم الان مثلا خبرهای دیگه هم پخش کردم، من تو فیسبوک هم پخش کردم، مقاله نوشتم، حتی برای اینی که مردم رو بیشتر غارت بکنن هی امامزاده درست میکنن. این امامزاده ها همون زنازاده های همیشگی که داشتیم، اینا رو اضافه کردن برای اینکه این مردم بیچاره گمراه رو که پناهگاهی ندارن از اون طریق باز بچاپ. کشوری که مسجد رو بس این تاجیکستان کجاست؟ بله الان یکی از این کشورها که من فریفتش شدم، گرفته تمام مساجد بسته و گفته اینجا باید تبدیل بشه به آسایشگاه دردمندان. یک دوم گرفته هر جایی رو که حجاب و نمیدونم مسائل اسلامی و از این چیزها رو تولید میکردن فران اینا بسته، قدران کرده، گفته این باید با هویت انسانی و تاجیکی و باستانی خودشون زندگی بکنن و اسلام حق دخالت در مسائل شخصی و زندگی حکومتی در تاجیکستان نداره. من تحسین میکنم واقعا که یه همچین سیاستمداران ارزشمندی در این کشور وجود داره. های مصالی، اونایی که پیرو نافرمانی مدنی هستن و مثال میزنن جنبش سیاه‌پوستان، دکتر مارتین لوتر کینگ یا آقای گاندی در هندوستان، شما چرا میگید که اون جنبش ها برای ایران با آخوندها کار نمیکنه؟ ببین من فکر میکنم هر کس به هر شیوهی اعتقاد داره میخواد سرپیچی بکنه از این رژیم، به شیوه گاندی هم میخواد کار بکنه، مسئله خودشه. ولی مسئله فاشیزمه، مسئله اصلی رو این است که این فرض کن گاندی یا نهرو در هند با قدرت استعماری انگلیس مقابله میکردن، مبارزه میکردن و سعی میکردن یه نوع دیکتاتوری و یک نوع غارت در اونجا با شیوه های ظاهر فریبنده به اجرا دارن، ولی و مقاومت اونها اثر بخش بود در با چنین قدرتی با اون شیوه ها. ولی در یک جایی که فاشیستی روزمره میکشه، حتی با اسلحه رفتن پشت سر جوان ها و مردم تیر خالی کردن، مغزشون رو متلاشی کردن در یه تظاهرات مسالمت آمیز. بنابراین شما در یه چنین مقابله با چنین حکومتی باید چیکار کرد؟ باید مقاومتی کرد که اثر بخش باشه، یعنی هر بخشی از مردم با شیوه خودشون که اعتقاد دارن کار بکنن، ولی یک سازمان محوری و اصلی در جرون جنبش باید شکل بگیره که نقش کلیدی رو ایفا بکنه، یعنی بتونه ببینه یک بخشی از مردم که به صورت مسالمت آمیز اعتصاب کردن و خواستای خودشو مطرح میکنن مورد هجوم یه مشت فاشیست قرار نگیرن، اگه قرار بگیرن مجازات بشن.
به طور مثال. و این و اصولا ما به عنوان آدم های سیاسی یا در داخل و خارج از کشور به یه مسئله اساسی هم باید پاسخ بدیم. آخه این آخوند کیه؟ چیه که میخواد باید به ما حکومت بکنه؟ برگزیده چه نیروییه؟ دنبال چه سیاست هایی هستن؟ بنابراین ما اگر چنانچه شعور سیاسی داشته باشیم، اونایی که ادعای سیاست مداری میکنن به مخاطبین من اونا هستن، ما باید به این مسئله پاسخ بدیم که به این لجنزار رو بهش خاتمه بدیم. حکومت آخوندی یک لجنزار تاریخیه که همچین چیزی نه در حمله مغول و غیره هم سراغ نداشتیم. توجه کردی؟ ولی آخونده ایرانی ها رو میترسونن، میگن که همین عراقی که شما مثال زدین دیروز، اون به اصطلاح میدون تحریر یا یه میدانی هم اینا دارن که باز مثل اون میدون تحریر مهم، اینا رو پس گرفتن از مردم. یعنی اونجا هم داره اعمال نفوذ میکنه و آخوند به مردم میگه که ببینید اگر بیاین تو خیابون میشه مثل افغانستان، مثل عراق، مثل سوریه. به اونا شما چی میگه؟ من عقیده دارم در یک کشوری که یه سازمانیافتگی درستی نداشته باشه میتونه انواع و اقسام اتفاقات روی بده. من واسه همین تکیه کار من اینه، حرف من اینه که نیروهایی که واقعا به دموکراسی اعتقاد دارن و انسان دوست هستن باید به تشکیلات محوری و اصلی خودشون به وجود بیارن که هم از جنگ داخلی جلوگیری بکنه، هم از تجزیه طلبی جلوگیری بکنه و هم چیکار بکنه که من اعلام بکنه به این مردم و یا به هر گروهی که عامل جنگ داخلی و یا تجزیه طلبی و یا خودفروشی و یا غارت همین آخونده هستن. پس بنابراین اول باید اینها نابود بشن. توجه کردی؟ ما وقتی که اینها رو نابود بکنیم، نه تجزیه طلبی روی میده، نه جنگ داخلی روی میده، چی روی میده و مردم احساس همبستگی خودشون رو حفظ خواهند کرد. این مردم از آخوند زله شده، نه اینکه از فلان گروه یا از فلان قوم متنفر شده، بلکه اینا همبستگی خودشون رو حفظ خواهند کرد. و من عقیده دارم که ما بهتر میتوانیم همبستگی تمام اقوام ایرانی رو، تمام گروه های اقلیت های قومی رو در سراسر ایران حفظ بکنیم و اینا رو تشویق بکنیم که بیان. اینا ناامید شدن، دست به کارهای پراکنده میزنن و یکی از اون دلایل فقدان این سیاسته. یعنی ما یه چشمانداز درست و یه تشکیلات اگه داشته باشیم، نه کرد نه بلوچ فلان دنبال تجزیه طلبی و جنگ داخلی نمیره، اون دنبال میاد وحدت میکنه تا به حق خودش برسه. شما توی صحبتاتون باید صحبت میکنید، باید اینجوری باشه، باید اینو داشته باشیم، باید برنامه داشته باشیم. شما که خودتون دستن در کار بودی، این بایدا رو افرادی که وارد هستن راه میندازن، درست میکنن. ولی از هر کسی، آره، از هر شهروند معمولی شما نمیتونی انتظار داشته باشی که جنبش را بندازه، گروه های سیاسی. مثلا شما در تظاهرات، اگه این تظاهرات مردم منسجم با برنامه باشه، اولین کاری که انجام میدن سکیوریتی یا امنیت این تظاهرات رو، درست، به وسیله اشخاصی که یا از خودشون هستن یا استخدام میکنن. و ما میبینیم میان مامورات یه جوانی روی گوشه یه خیابون گیر میارن، انقدر میزنن تا من تکه میکنم بر این مسئله که باید، برای اینکه بر سر یه مسائل اساسی من عقیده دارم این چونه زدنهایی که تو برخی محافل سیاسی ادامه داره با این مسئله باید خاتمه داد. باید یعنی اینی که با آخوند به هیچ وجه سازش نخواهیم کرد. یعنی این وجه مشترکه، این وجه مشترکه. آخوند باید برچیده بشه و نابود بشه. و مردم ایران خودشون خیلی خوب تشخیص میدن متنفرن از اینا، منتها نیروی ندارن، امکاناتش ندارن که بزنن اینا رو نابود بکنن. اونو باید به وجود بیاریم. و بعد من عقیده دارم که
یک مسئله وقتی که میگم باید، من خودم هم در دوران شاه هم در زمان خمینی مخفیانه چندین ماه در ایران زندگی کردم، فعالیت کردم. من اشارم به اینه، فقط کلی میگم که جوانای کشورمون، هایی که طالب مبارزه هستن، با توجه به شرایط ترور اقتدار میتونن مخفیانه هسته های مخفی تشکیل بدن و این هسته ها رو به هم پیوند بدن و حتی از طریق خود ارتش آدم های ناراضی مسلح بشن، اسلحه به دست بیارن. ما اینا رو بیارن. حتی ما سابقه داریم که بعضی از این افراد هستن که در یه پایگاه یا پاسگاه در آمدانه درشو باز میگذاشتن، خودشو میرفتن کنار که اون افراد مورد نظر بیان اسلحه هاشون رو بردارن ببرن. اینم یه نوع همایی، یه نوع همایی. بعد بعضی ها اصلا میتونن کلانتری ها بعضی پایگاه ها رو موقعی که مجهز و تشکیلات کافی دارن خل سلاح بکنن. یه نکته دیگه هم هست، وقتی که شما یک گروه سازمان یافته اینجوری تشکیل میشه، میتونین از کشورهای همسایه حتی به طور قاچاق اسلحه وارد میکنین. بنابراین من در تمام این مسائل شرکت داشتم و میتوانیم یک سازمان مسلح سراسری در سراسر ایران به وجود بیاریم که بعد، ولی مانع از سازمان یافتگی سندیکاهای کارگری و معلمی و دانشجویی و زنا و اینا نباشیم، بلکه اون سبک کار خودشون ادامه بدن، ولی یک هسته مرکزی تشکیل بشه که بتونه به قول معروف سر به زنگا موقعی که این فاشیستا هجوم میارن به مردم حسابی مجازات بشن و در نتیجه این نظر خودشو اثرات خودشو بگم، مردم بعدم با جرأت وارد میدان میشن و بعد اون رژیم فاشیستی هم حساب خودشو خواهد کرد وقتی که ببینه خودش امنیت نداره. من واسه همین به خیلی از دوستان توصیه کردم اولین کاری که میکنیم تمام از تمام آخوندها در هر محله در هر منطقه شناسایی کنیم، محل اقامت، رفت آمد، کار رفت آمد، شناسایی کنیم. بعضی جاها من اینا دارم، اطلاعات دارم، بعضی جاها میان برای مخفی کاری حتی عبا و عمامشون رو در میارن با لباس معمولی حرکت میکنن که این ور اون ور برن که شناسایی نشن. وقتی که ما از محل اقامت و محل کارشون رفت آمدشون و منبرشون و غیره و غیره شناسایی بکنیم، در نتیجه یک روزی که فرا برسه تصمیم بگیره مجازات بشن، بعد ناگهان ناامنی در اونها ایجاد خواهد شد. یعنی ناامنی که اینها برای مردم به وجود آوردن ما باید تبدیل به عکسش بکنیم، ناامنی برای آخوند به وجود بره و این وقتی که به وجود بیاد این رژیم از درون فرو میپاشه. و من اعتقاد دارم الان امکانات زیادی ندارم، ولی یه همچین تشکیلات مخفیانه ای شکل بگیره، من تمام امکانات خودم رو در اختیار چنین تشکلی در داخل کشور قرار میدم با رعایت مسائل مخفی کاری. ببخشید، چون آقای ماسالی به من گفتن که مایل نیستن الان گفت و شنود داشته باشن با دوستان، ولی من میگم تا شما اینجا هستید غنیمت هست. از طریق ایمیل میتونید با ایشون تماس بگیرید، ایمیل ایشون خیلی ساده است، hmasali@gmail.com. ولی خانم تنازی از فرانسه نوشتن که آموزش ندیدن، 40 سال در دیکتاتوری زندگی میکنن، بلد نیستن، مردم آموزش درست ندارن. بله، نه مرد، همه مردم نه، همیشه در هر تشکلی که شکل میگیره اول به قول معروف اون آوانگارداش، اون پیشتازاش، اینا میتونن بلد هستن در آدمایی که سابقه دارن در ایران زندگی میکنن یا در خارج زندگی میکنن، بدون استفاده از ایمیل رسمی و تلفن رسمی خونه یا موبایل
در تماس میمونن و یا با از طریق مسافرین در ارتباط میمونن و تمام این فنون سازماندهی رو وقتی که در دو سه هسته انتقال پیدا بکنه، این میتونه با رعایت مخفی‌کاری به سایر نقاط انتقال بده. بنابراین من آدمایی رو میشناسم الان که در خیلی از نقاط ایران اینا رو واردن. منتها من باید دارم این حرفا رو امروز میزنم که این افراد نباید منتظر یک دیگه معجزه باشن، فعالیت خودشون رو باید شروع بکنن. که هسته های 3 نفری، 5 نفری، 7 نفری مخفی چجوری شکل میگیره، یک هسته با هسته دیگه چگونه رابطه برقرار میکنه و چگونه محل قرار دار. مثلا میگم، یه مثال ساده میزنم، اینا وقتی که شما با یه نفر دوستتون مخفیه قرار میذارین، نمیرین در یه جایی که خیلی باز و علنیه و همونجا وایستین منتظرش میان. معمولا در گذشته به طور مثال میاله یکی از مثال میرفتین در ایستگاه اتوبوس، مثل این که همه منتظر ایستگاه اتوبوس هم میرفته اونجا با میستده، اون یکی هم میومده باش میشسته اون بغل و تبادل نظر میکردن و میرفتن و در نتیجه یعنی اینا همه فنونیه که باید کنه. یا من مثلا در اون زمان چگونه با داخل و خارج رابطه برقرار کردم، مسافر آدم می اومده به عنوان دیدار فامیلش یا می اومده که ماشین دست دوم بخره ببره ایران و در نتیجه با هم تماس می گرفتیم، تمام اطلاعات رو رد و بدل می کردیم، بعد حتی جزوه هایی رو با آب پیاز می نوشتیم که این آب پیاز اصلا خوندنی نیست. وقتی که می بردی داخل خونه از بالای حرارت می زاشتی، این نوشته ها روشن می شد. بنابراین نه تنها حالا این مسئله، انواع و اقسام متد است. یا میکروفیلم می گرفتیم از نامه ها به صورت یه حلقه کوچیک، بعد به واسه جاسازی می کردیم می فرستدیم داخل یا از داخل به خارج. به این ترتیب بود که فعالیت ها شروع شد و تبادل نظر ها به عمل می اومد و فنون سازماندهی انجام می شد. ما از کشورهای دیگه می تونیم یاد بگیریم، از خودمون می تونیم یاد بگیریم. مردم حتی سازمان هایی هستن در داخل ایران، از کرد و بلوچ و فارس و لور، که در درون اونها حتی تجاربی دارن. بنابراین این تجارب خودشون رو باید منتظر نباشن، انتقال بدن به همدیگه و یک همبستگی سراسری به وجود بیاریم. من به عقیده دارم 2 ماه 3 ماه تو این مسیر سازماندهی کار بکنیم، بعد وارد عملیات بشیم، اثرات خودش رو در جامعه نشون خواهد. آقای ماسالی، اگه یک کسی به شما بگه که شما در زمان شاه فعالیت سیاسی داشتید، دستگیر شدید، بعد همین ماجرای اسلحه واردید با کشورهای دیگه، اسلحه وارد کنید و اینها، بعد به شما بگن خب شما این کارا رو کردید، شاه رفت، شیخ آمد، تازه شما در زمان شیخ هم دستگیر شدید، این بار جرمتون به اصطلاح شد حکم شما شد اعدام. و حتی چند نفر از فامیلای شما رو هم به خاطر این و بگن که این کارهایی که شما الان پیشنهاد میکنید انجام دادید و به نتیجه نرسیده، یا این کارها رو کردیم شده این، شما پاسختون چیه به اینها؟ نه، من عقیده دارم یک مسئله رو ما اون زمان پیش بینی نکرده بودیم و اون اینه که کار ما درست بوده بر علیه دیکتاتوری، که بر علیه این رژیم که 100 برابر درست داره که باید یه فاشیزم رو نابود کرد. ولی یک چیز هست تو اون جزء هوشیاری سیاسی همه مبارزین باشه، نیروهای تجاوزگر خارجی. ما رفتیم با دیکتاتوری شام مقابله کردیم که حکومت بهتر بیاریم، ولی بالای سر ما آمریکا و اروپا نشستن در جزیره گوادلوپ، تصمیم گرفتن که یک فرد بیشعور مرتجعی رو از نجف ببرن پاریس و ازش رهبر درست کنن و یه مش جاسوس ایرانی هم در این خدمت بودن. بنابراین همین حالاش هم باید این فکر رو بکنیم، ما مبارزه اصلی متوجه این آخوند متلاشیش بکنیم، ولی در این حال اون سازمانی که میخواد این کار رو بکنه امروز باید هوشیار باشه که فریب این سیاست گزاران خارجی هم نخوره. تا
توجه کنید، برای اینکه من هنوزم میبینم وقتی که میبینم در ایران یک جنبشی به پا شده و داره به نتیجه میرسه، یهو میبینی هم آمریکا هم کشورهای اروپایی وارد معرکه میشن و میخوان برای مردم ایران تعیین تکلیف بکنن. به طور مثال اون موقع هست که ما باید هوشیار باشیم، بگیم فریب نخوریم، بگیم که پاتو داخل این مسائل نکن، با اونجا باش، مواظب باش که میزنیم تو دهنت. توجه کردی؟ و در نتیجه وقتی که قدرتمند باشی میتونی جلوی همچین، ولی ساده لوحانه برخورد. ما یکی از کارهای گذشته ما در این مسئله ساده لوحانه بود، ما اینو پیش بینی نکرده بودیم و در نتیجه رفتیم دیکتاتوری رو برچینیم، حکومت بهتری سر جا بذاریم. یهو آقای برژنسکی و مشاور کارتر تئوری اسلامیزه کردن ایران رو مطرح کرده بود، تصمیم گرفته بودن و بعضی از سیاستمداران سنتی ما هم حتی دنبال روی این مسئله شدن و در نتیجه از خمینی استقبال کردن. بنابراین ما باید بدونیم از چه کسی حمایت میکنیم و با چه کسی مبارزه میکنیم، حتی چه میخواد سلطنت طلب باشه چه میخواد جمهوری خواه باشه، خائنین رو تشخیص بدیم. نه اینکه ما اول الان بحث جدال بر سر پادشاهی و جمهوری نیست، امروز هر کی نظر خودشه، ولی باید از عناصری که چه به نام جمهوری خواه چه به نام سلطنت طلب میخوان مزدور این قدرت‌های خارجی باشن، جلوی اونا رو هم باید گرفت. خب همین دوستم آقای جیمی مهر میگه که حالا شما از آمریکا و انگلیس صحبت می‌کنی، ایشون میگه جوان‌ها کشته شوند، مجاهدین یا آقا رضا رئیس شوند، کردستان و خوزستان و بلوچستان هم مستقل شوند. در مورد این کلمه استقلال منظورشون تجزیه است یا خود؟ این به نظر من اینا پربها میدن زیاد. مثلا مردم، من خودم با خیلی از مبارزین کرد و بلوچ و غیره در ارتباط هستم، اینا مسئله بعضی از رهبران اینها سیاست های انحرافی رو مطرح کردن، راه حل رو به جای اینکه مبارزه کنن با جمهوری اسلامی، راه حل رو جدایی مطرح کردن. بنابراین ما باید ضمن اینی که بنابراین مبارزه یک مبارزه تک بعدی نیست، مبارزه ابعاد مختلف داره و باید همه این جنبه ها ناراحتی ها و انحرافات در نظر گرفت و با اونها مقابله کرد. یعنی گفت که دوست عزیز این تز تو غلطه، تو باید اول رها بشی، بعد اون اگه به تو اجحاف میکنن روش به قول معروف نژاد پرستانه رفتار میکنن یا دیکتاتوری رفتار میکنن یا به تو برخی مسائل تحمیل میکنن، این در یک حکومت دموکراتیک مشترک میتونه تضمین بشه. و من واسه همین هم هست که ماها که این مبارزه رو دامن میزنیم، ما برای این نیستیم که جنگ یک ملت، این ملت علیه ملل دیگر رو بندازیم یا یه دیکتاتوری فردی رو جایگزین یه حکومت فاشیست اسلامی بکنیم. ما میخواییم که بتونه در سراسر ایران بتونه از حقوق دموکراتیک برخوردار باشن و بتونن احساس راحتی بکنن، هم از نظر رفاهی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در نتیجه این همبستگی. وقتی که این مسئله تضمین بشه کسی مریض نیست جدا بشه، وقتی ببینه امکانات سیاسیش از فرامه، اقتصادیش فرامه، رفاه اجتماعیش فرامه، اون بیمار نیست جدا بشه. این سیاست‌های تجزیه طلبانه ناشی از حکومت‌های دیکتاتوری و فاشیستی بوده بیشتر. آقای شاهین فاتحی ممنونم، ایشون یکی از افرادی است که نوشته های کوتاهی دارن ولی وقتی می نویسن خیلی دقیق و مثلا لیاقت خوندن دارن، ممنونم از ایشون. ایشون نوشتن که درود بر شما و مهمان گرامی، فرض می کنیم که این سازماندهی انجام شده و نتیجهش هم همین است که الان موجود هست، بیش از هزاران کشته و فقط 90 اسم، بیش از 8000 زندانی و فقط کمتر از 20 اسم. آیا سازماندهی را فقط در رفتن و اجرا می‌بینید و به روال این 40 سال
کشت شدگان و بازداشتی ها را به خداوند متعال بسپاریم، اگر نه برای همین در انتظار اعدام ها تا امروز چه کار کردید؟ آقای جیمی مهرم اون بالا نوشتن که شما یک دفعه ما را بدبخت کرد. آقای ماسالی ببخشید، آقای فاتحی یکم صبر کن، اینایی که شما را مسئول میدونن، دیگران را مسئول میدونن، شما ما را بدبخت کردید، ما نسل سوخته هستیم، شما جوابتون به اینا چیه؟ بنابراین این یکی از ترفندهای مسائلی است که اتفاقا این رژیم‌های فاشیستی از اون استفاده میکنن. این پایین عده رو حتی من میشناسم، افرادی رو که ادعای اپوزیسیون میکنن، بعد کارشون اینه که افراد محافل مختلف اپوزیسیون رو به جون هم بندازن به جای اینکه کار اصلی رو نشان بدن. ما میتونیم، من و شما و دیگری با هم نقطه نظرهای مختلف داریم، ما که ماشین چیز که نیستیم، بلکه انسانهای هستیم با تنوع نظریات و دیدگاه. ما زمینی که سازماندهی رو دنبال میکنیم با هم برخورد آرا و عقاید دموکراتیک هم باید داشته باشیم که بتونیم نقطه نظرات مشترک پیدا بکنیم و بعد بر اساس اون بیایم با یه چشمانداز دراز مدت، نه اینکه بگیم که مبارزه چه فایده داره، نتیجهش اینجوری شده. مبارزه این نتیجه نداره که یک چشمانداز نداره، یک برنامه نداره، از سازمان یافتگی کافی برخوردار نیست. بنابراین من تکیم بر سر اینه، یک سازماندهی کافی قدرتمند باید داشته باشیم، دو چشمانداز داشته باشیم برای این مردم سراسر ایران چه کار میخواییم بکنیم، اینا اعلام کنیم، چیز مخفی نیست، و سوم کسایی رو که به نام مزدور و تقریبگر خارجی و داخلی در داخل اپوزیسیون هستن مواظب اونها هم باید باشیم. اینا بزرگترین دشمن داخلی مردم ایران هستن، مزدورای خارجی و آخوندی که اون عبا نمی پوشه، یه لباس اتفاقا کراوات هم میزنه میاد داخل اپوزیسیون میشه، توجه کردی؟ من بنابراین مبارزه ابعاد مختلف داره و هوشیاری میخواد. شما از سازماندهی صحبت میکنید، خب ما میدونیم برای هر کاری یه کتابی هست، یه نوتی هست، شما یه نفر میخواد گواهینامه بگیره میره یه کتاب بهش میدن میگن اینو بخون، ضمناً تعلیماتی هم میبینه. برای سازماندهی کجا مردم میتونن؟ برای سازماندهی اولا جزوات مختلفی وجود داره که در ایران حتی مبارزین انتشار دادن که چگونه سازماندهی کردن، چه تجربه‌ای به دست آوردن، کجا با مواجه با مشکلات شدن. یکی دوم مسئله همیشه هر مبارزی، من نوعی که الان دارم این حرفا میزنم، روش ها و کارهایی رو که در زمان شاه به کار بردم یا در اوائل رژیم خمینی به کار بردم، من باید شرایط امروز رو مورد نظر قرار بدم، تحلیل مشخص از شرایط مشخص به عمل بیارم و راهکارها رو مطابق اون شرایط انتخاب کنم. نمیتونم فقط مثلا یک کتاب از کوبا خوندم تقلید کوبایی ها حرکت بکنم، نه، از اونا میتونم درس بیاموزم، من از انقلاب الجزایر میتونم درس بیاموزم، از ماندلا در جنوب آفریقا میتونم درس بیاموزم، همه اینا برای من، اونا برای اون زمان خوب بوده، الان باید، بله میتونه حتی بعضی نکاتش حتی میشه استخراج کرد، ولی با شرایط ایران باید انتباق داد. شما در رابطه با این دولت گذار آقای حسن شریعت‌مداری اینها کسی با شما در رابطه بوده؟ من اصلا نه با من تماس گرفتن و نه مایلم با اون در تماس باشم، برای اینکه یک جریان هرج و مرج با افکار قرقاتی این به جایی نمیرسه، این فقط یه چیز پوپولیستیه به اصطلاح سیاسی، یعنی های و هوی و توش از توش هم هیچی در نمیاد. بوق و کرنا که نظر افکار به خصوص تلاششون اینه که نظر قدرت‌های خارجی رو جلب بکنن، خیلی گفتن برای پول گرفتن از اینو. بنابراین این مسئله برای من هیچ سن نار ارزش نداره، خیلی باز و شفاف بگم، یک جریانی که میخواد کار اساسی بکنه اولا نمیاد غرقاتی کار بکنه، میخواد چارچوب فعالیت ها و چارچوب جریانات رو مشخص میکنه و بعد با سایر اندیشه ورزان و یادگرایشات وارد گفتگو میشه، میتونه ائتلاف مشروط بکنه یا ائتلاف مشترک داشته باشه، نه اینکه هر چیزی رو قاطی
بیاره، از آخوند و از سلطنت طلب افراطی و از جمهوری خواهی که نمیدونه چرا جمهوری میخواد، از نمیدونم بعضی اصلا قاطی کردن مثل آش شلو قلمکاری فلان اینا. این شورای گذار نیست، این شورای افتادن تو چاست. این جریانات اخیر بعضی ها میگن کاملا خودجوش بوده، بعضی ها میگن از بیرون هدایت شده، سازمان های مثل مجاهدین و اینا حتی میگن کانون های شورشی ما بودن. نظر شما چیه؟ نه اینا میتونه، من به نظر من خودمون رو با این چیزا نباید مشغول بکنیم. اگه مجاهدم در شرکت داشته باشه بکنه، بیاد شرکت بکنه، به جای اینکه تو خارج میشینن به به و چرچا بکنن. من هر جریانی که گروهی از سلطنت طلب و مجاهد و چپ و راست اگه میخواد علیه این جمهوری مخالفه، من مخالفتی نخواهم، توجه کردی؟ ولی بر سر اتحاد و اتحاد برای آینده مشروط هست که باید گفتگو کرد، یه شروطی رو پذیرفت که در با برنامه و چشمانداز دراز مدت قابل قبول باشه، نه اینکه هر کسی که تفنگ برداشت پس بنابراین قابل احترامه، یا هر کسی که تو مبارزه شرکت کرد نه. برای اینکه الان حتی من خبر دارم افرادی از خود آخوندها هستن که بر سر تقسیم حلوا به جون هم افتادن به طور مثال. بنابراین من نمیام بیام به نام آقای موسوی، آقای خاتمی، شما هم الان انتقاد دارین، پس با شما بیام اتحاد کنم، توجه کردی؟ اینا تمام عوام فریبی و به اصطلاح مناسباتیه که برای منحرف کشیدن مبارزه پا به میدون میذارن. شما از موسوی اسم بردیم، باز مردم یا جوونا رفتن سراغ آقای میرحسین موسوی. این خنده شما خیلی جالب واقعا، من تعجب میکنم. حالا مردم، بعضی نسل جدید اگه اطلاعی نداشته باشه، حتی نسل قدیم و خیلی از سازمان‌های سیاسی قبل نمی، این آقای موسوی، من تمام اسناد، من هر حرفی میزنم، من یک کتابخونه دارم تمام اسناد جمع‌آوری کردم، همین آقای موسوی نخست وزیر بوده، قتل عام زندانیان سیاسی در زمان اون اتفاق افتاده، بعدن شد جزء منتقدین یک جناح قدرت طلبی دیگه، افتاد زندان. این تقسیم بر سر تقسیم حلوا آخوندا زندانی هم نیفتاده تو خونه خودش، این زندانه که بله، اینه که ما که چیز نیستیم، که گوسفند نیستیم دنبال همچین عناصری را بیفتیم. این دوستمون شما انتقاد کرده، میگه شما از دموکراسی صحبت میکنی ولی اگر برخلاف شما صحبت کنیم وابسته به رژیم میشیم. نه خیر، کسی مخالفه من صحبت بکنه وابسته به رژیم نیست، ولی من کسایی رو میشناسم که در درون اپوزیسیون رخنه کردن وابسته به رژیم هستن، ظاهر یه حرف میزنن در عمل پشت پرده جور دیگه عمل میکنن، بنابراین من اونا رو میگم مزدور، کسایی هستن که من میشناسم، بنابراین من به هر کسی اتهام نمیزنم. کسایی هستن که ظاهر مجله میدن و فعالیت سیاسی میکنن، ظاهر با طرف از دموکراسی خواهی میزنن، ولی با فامیلش دو مسئول تجارت و آخونده در ایران هستن. آقای فاتحی میگن که تمامیت تلاش این 40 سال اپوزیسیون همین بوده. شما بودید اولین بار این کلمه کمپوزیسیون استفاده کردید. اولین بارم همینو مطرح کردم. بله. میگن که مثل ساقدوش عروس جوان مردم را به عجب بردن و هل هل کنان پارچه خورون آوردن و به هر انتقاد هم انگ مزدوری زدن. آقا هزاران جان باخته و زندانی دادیم، چه کسی تا حالا پیگیر اینها در مجامع بین المللی بوده است؟ آیا اصولاً با الفبای سازمانی آشنایی داریم؟ نه، ببین چند تا بحثا رو نباید قالی کرد. مسئله مردم که دارن مبارزه میکنن و اون مبارزینی که در زندان افتادن، اونها قمپوزیسیون نیستن، اونها مبارزینه، اونها اپوزیسیون واقعی هستن، ولی از سازمان یافتگی کافی ندارن. قمپوزیسیون و مزدورا کسایی هستن که لم دادن در خارج یا داخل، بعد حرف ظاهرن چند جمله بندی های سیاسی میزنن، ولی در این حال پشت پرده آخونده رو نمیخوان برنجونن.
اینا بهش میگن مزدور و کمپوزیسیون و در خارج از کشورم فراوونه، گروه های مختلف اسامی مختلف دارن. شما کارنامه اینا رو نگاه کنی ببینید که چه از زمان شاه چه زمان رژیم خمینی چه کار کردن. یه اینترنت را میندازن، یه بحث کنفرانس سالی یه مرتبه یه کنفرانس میذارن، دموکراسی خوب است، نمیدونم اقتصاد خوب است، فلان چی چیز است. میگم بابا اینا رو ما میتونیم تو دانشگاه تو مدارس اینا هم یاد بگیریم. تو بگو به من یک سازمان سیاسی در ظرف یک سال گذشته چه کار کردی؟ مثلا من و شما در خارج از کشور به سر میبریم، یکی از فعالیت‌های اساسی در خارج از کشور ایجاد یک هسته های کار، شورا گروه های کار برای روابط بین المللی، نه با حکومت های ارتجاعی و دوزار، بلکه با پارلمان و یا احزاب مترقی که بتونی با روزنامه‌نگاران مترقی شما بتونین خواستهای مردم ایران رو انعکاس بدین و تبدیلش بکنین به یه تریبون. یا مثلا امنستی اینترنشنال یه دستن دارن کار میکنن، بعضی آدم ها رو من اسم نمیبرم، خانوم ها و آقایونی هستن که به نام حقوق بشر بیش از این سازمان ها فعالن. الان دوستانی باز اسم نمیبرم که نگم داره خانم شیوا محبوبی، بله خانم شیوا محبوبی یا خانم اختر قاسمی در کل، بله. این اصلا ایشون بهتر از 10 تا سازمان گروه سیاسی که در خارج از کشور به سر میبرن کار میکنه به طور مثال. بنابراین ما باید محتوا به محتوای کار و به یه چشمنداز کار توجه بکنیم، نه به اسم و رسم این فرد یا اون فرد. بعضی ها اصلا تیتر و عناوین قشنگی هم دارن ولی تو خالیه توجه کردی. خیلی دولت ایران دیروز یا پریروز گفت که این تظاهرات، البته من تعجب کردم شما اسمش شورش میذارید، این تظاهرات برنامه ریزی شده بوده در طی 2 سال گذشته از طرف دولت‌های خارج که با ما مخالفن. شما نظرتون در این مورد چیه؟ اینا برچسب زدنهاییه که میخوان خواستا مبارزات مردم رو وابسته به نیروهای خارجی بکنن. مردم شورش از این لازم میگن برای اینکه مردم دیگه زله شدن که اومدن خطر رو میپذیره، میاد تو خیابون کشته میشه. بنابراین این شورش من از این لازم میگم برای اینکه از سازمان یافتگی کافی برخوردار نیست، از حامیان قدرتمندی برخوردار نیست به معنی نیروی داخل ایرانی. من به نظر من این دولت‌های خارجی همه‌شون پشت پرده من دنبال کردم، از آمریکا گرفته، اروپا گرفته، حتی بعضیاشون احزاب مترقی توشون هستن ولی دولت‌هاشون دارن پشت پرده فقط معامله میکنن. و از اپوزیسیون من رفتم، خودم تجربه دارم، رفتم پارلمان اروپا با نیروها، با نمایندگان پارلمان اروپا تماس بگیرم. یارو یه نفر آدم صادق پیدا کردم، یه خانومی بود، با من میگفت این اپوزیسیون چرا فقط به جون هم افتاده، یه نیروی معتبری بشه تا ما پارلمان اروپا بیاد پشتبانمون بشه. پارلمان اروپا، ما همچین چیزی رو به وجود نیاوردیم. الان یه ده افراد محفلهای کوچیکی هستن، من میدونم تو بلژیک دارن کار میکنن، آدم های ارزشمندی هم هستن و بنام به طور مثال اسمش هست یکی انور میرستاری، یکی داوود احمدلو، من میشناسمشون. اینا با اشکال مختلف دارن اونجا تظاهرات میذارن، بنابراین این کارها ارزشمنده. ولی تو پارلمان اروپا موقعی میتونی اعتبار بده کنه که این اپوزیسیون قدرت نشون بده در داخل کشور و در خارج از کشور، یه هماهنگی داشته باشه، یه شورای هماهنگ کننده داشته باشه، نه اینکه فقط به جون هم افتادن و همدیگر تزیان و هیچ کارم نمیکنن یا آخونده رو فقط نصیحت میکنن. آقا دست بردار از این کار. مگه آخوند رو میگه گفت آقا دست بردار، این آخوند باید بزنی تو سرش، این عمامش بر هوا. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر حسن ماسالی هستیم، وبسایت ایشون هست drhasanmasali.com و اگر مایل هستید با ایشون صحبت کنید یا تماس بگیرید از طریق ایمیل hmasali@gmail.com میتونید با ایشون تماس بگیرید. و ایشون گفتن 20 دقیقه نیم ساعت، من گفتم نه بابا، یه ساعت، یه ساعت نیم حداقل. بعد از کلی وقت اومدین، شما باز میخواین در سفر قبل از پایان سال یا هستید اینجا تا
من در حال به تلاش خودم ادامه میدم با وجود خطراتی که حتی منو تهدید کردن در خارج از کشور. در خارج از کشور به کوشش خودم ادامه میدم. من یکی الان سن سالی هم گذشته، اون انرژی گذشته رو ندارم، ولی میخوام هر کس آدمای مفید رو میبینم، معاول مختلفی تشویق کنم که دست به دست هم بدیم، هم در خارج از کشور یه چیز معتبری درست کنیم و هم داخل کشور به یاری مردم برخیزیم و حتی به جوونا تجارب خودمون رو انتقال بدیم. من با یه عده‌ای که نمیتونم اسم ببرم در ارتباط هستم، ولی این کافی نیست، این باید به طور وسیع در سراسر ایران صورت بگیره. آقای ماساری، تو چند سال گذشته که اینترنت دیدیم در کشورهای مختلف باعث انقلاب شد، اصلا ایران و حکومتش با قطع کردن اینترنت یا با شرکت‌های کمپانی تلفن تو چند سال پیش کاری میکنن که مردم به اصطلاح اون موقع نمیتونن با هم در تماس باشن. بله. هیچ کس هیچ فکری کرده که مثلا اینترنتی چیزی به وسیله ماهواره اینها؟ بله. و شما راجع به دولت ها صحبت کردید، گفتید دولت های آمریکا و دولت های دیگه به فکر استفاده بله. یا سوء استفاده خودشون هستن، امیدی بله. به اونها نیست. بله، من به نظر من به جای دولت ها، ما اگه یه اپوزیسیون قدرتمندی به وجود بیاریم میتونه یه مقدار امکانات مالی هم به وجود بیاره و در نتیجه به جای دولت ها با کمپانی ها وارد گفتگو بشه و در نتیجه تلویزیون ماهواره‌ای را بندازه یا نمیدونم خیلی از این وسایل تکنیکی استفاده بکنه. من صدمات میبینم، حداقل این تاریخ ایران را از انقلاب مشروطه تا حالا بررسی میکنم، میبینم بزرگترین ضربه را نه تنها از جریانات ارتجایی داخل، از این حکومت‌های آمریکا، انگلستان، فرانسه غیره ضربه خوردیم. بنابراین من حتی اگه میخوایم به دولت آمریکا و یا فرانسه یا آلمان یا غیره رجوع بکنیم، به نظر من یه اپوزیسیون میتونه تماس داشته باشه، نه اینکه با همه قهر بکنه دل، ولی باید قدرت داشته باشه در داخل کشور و در خارج از کشور، که نه اینکه عامل و دست نشانده بشه. چون من دیدم اینجا، حالا من اسم نمیارم، هر معذرت میخوام، هر بچه جوالقی شده، یارو میره وزیر خارجه آمریکا رو ملاقات میکنه، خودش مهمان اپوزیسیون معرفی میکنه. خب این اصلا تنفر انگیزه، توجه کردی؟ هم کار اون دولت ها تنفر انگیزه که باید سوال بکنه مردی که تو که اومدی با من صحبت کنید کی هستی تو، توجه کردی؟ نه، اینا دوست دارن مزدور داشته باشن. من خیلی بی پرده سوالم، یه مشت مزدور هم تو آمریکاست هم در اروپا، من اینا را اسم نمیبرم، تمام دارم، تمام سنداشون و مدرکاشون و عملکرداشون رو، فیلماشون رو دارم. بله، شما صحبت از وزیر امور خارجه آقای پامپئو کردید، ایشون پیام فرستاده بود مردم ایران ما با شما هستیم. بله، این فرمالیته است. بله. این دیگه مد شده، ما هستیم. ولی همون دولت میاد موقعی که هر مسئله نفت و یه رفتن یک کشتی، استقرار یک کشتی میشه در خلیج فارس و عمان، یه همینی پشت پرده با همونا وارد گفتگو میشه. ما موقعی میتونیم همین دولت‌های ارتجایی رو وادار به این بکنیم که دست از عملیات خود ارتجایی بردارن، که قدرت داشته باشیم روی ما حساب بکنن، یعنی بگن اینا اینجوری نگاه میکنن، میبینن اینا نیرویی هستن که فردا قدرت رو خوب دست خواهن گرفت، بنابراین ما با اینا باید مدارا بکنیم. ولی الان اینا میخندن پشت پرده. من رفته بودم با چند تا سناتور ملاقات، من سالهای قدیم ملاقات بکنم، یارو برای من فرقی نداشت با کی، میگفتم دموکرات، ریپابلیکن یا فلان اینا، با هر کدوم میرفتم که راجع به اوضاع ایران صحبت کنم. یه مرتبه یه پسر جوونی که تو دفتر یکی از این سناتورها کار میکرد، بعد از اینی که من از دفتر یارو سناتورها خارج شده بودم رفتم خونه، به من چون حرفای من شنیده بود، سند رو خونده بود، خوشش اومده بود، به من اینجوری کرد، گفت فقط به طور سری به تو دارم میگم، من شغلمو از دست نمیخوام بدم، ولی این آقایی که با تو خوشو بهش میکرد و دستم میداد، این وقتی که تو با اونجا بودی خوشو بهش میکرد، وقتی که بیرون رفتی رفت این پروپوزال، این طرح تو رو پاره کرد، انداخت
سطر آشغال، فهمیدی؟ اینا اینجوری هم اگه قدرت نداشته باشی، بنابراین اینا ما، من به این نتیجه گیری این نیست که ما باید دشمنی کنیم با تمام این دولت ها، نه، این حقایق رو بشناسیم و دنبال راه حل های واقعی باشیم. آقای ماسالی، همین موضوع رو آخوندا هم به مردم گفتن، گفتن هیچ کدوم از این دولت ها دوست ما نیستن و ما به شما میگیم کی دوستمونه، و دیدیم که در 40 سال گذشته اینا هیچ دوستی هم معرفی نکردن، ولی در عمل میبینیم که در پشت پرده وارد معامله، ضمن اینی که نق میزنن، مثلا من دیدم که نق میزنن، بعد میگن که خب ما چند تا کشتی نفت و فلان و اینها احتیاج داریم، فعلا کاریشون نداشته باشیم، بعد بهشون میگیم یخش من رفتم گرفتم، گفتم که چرا این کارو داره میکنی، گفتم ما شما کی هستین؟ آخه اپوزیسیونی وجود نداره که، مردم اصلا فقط دارن قربانی میدن، شما کی هستین که میخواین از طرف مردم حرف بزنین؟ به طور مثال، یعنی حتی نمیتونی انتقاد بکنی، اینا حاضر نیستن انتقادم بپذیرن. این دوستان نوشته که شما هر گروهی رو که سوربی نام برد شما مخالف بودید، همه این گروه ها از دموکراسی حرف میزنن، میگن 6 ماه حکومت موقت، بعد همه پرسی و هرچی مردم خواستن. آیا دعوا سر این 6 ماه نیست که هر کسی میخواد 6 ماه به اصطلاح بعد از؟ نه، مسئله دعوا این 6 ماه نیست، مسئله اینه همیشه در ائتلاف های سیاسی ما باید آسیب شناسی گذشته رو نگاه کنیم، یعنی جنبش ها همیشه چرا شکست خوردن یا به انحراف کشیده شدن. بنابراین وقتی که یه ائتلاف امروز صورت میگیره، شما نگاه باید بکنین این نیروهای ائتلافی کی هستن، این فقط برای 6 ماه است یا شما میخواین یک چشمانداز دراز مدت داشته باشین که بدونین هنوز نیمه راه را نرفته شکست بخورید. توجه کردین یهو یه جانوری از سر در بیاره و حکومت رو در دست بگیره، بنام برای اینکه قاطی خودش قاطی اپوزیسیون کرده بوده. بنابراین مسئله اینه، ما یک آسیب شناسی گذشته، یعنی بررسی شکست ها و ناکامی های گذشته، علل اونها رو همه رو باید مورد نظر داشته باشیم وقتی که دنبال ائتلاف میگردیم. بنابراین در گذشته ماها خیلی بعضی موارد حتی اشتباه کردیم، حتی رحم میکردیم به آخونده، مثلا آقا چرا خمینی رو تبعید کردی، به طور مثال این اشتباه بوده، ولی مسئله اگه خمینی رو، اولا که خب اشتباهات از چند لحاظ، ما اشتباه کردیم و اون شام اشتباه کرده بود، خمینی رو با تبعیدش ازش قهرمان درست شد. خمینی رو اگه می آوردن پای رادیو دو کلمه حرف بزنه، مردم می فهمیدن چه احمق و بیشعوریه، دنبالش راه نمی افتادن. به طور مثال میگم، شما از خانم شیوا محبوبی توی انگلستان و خانم اختر قاسمی توی آلمان اسم بردید، ولی سازمان الان بعد از این همه سال با دوستان زیاد، سازمان نیست که شما امروز به این دوستان بیننده بگید که میشه به این سازمان اطمینان کرد. آره، بعضی سازمان هستن میشه بهش اعتماد بکنی به عنوان اینکه افراد یا دلسوزی هستن، به طور مثال، ولی من نمیتونم امروز به خودم اجازه نمیدم یه گروهی رو بیارم اسم ببرم که این نیرو قادر هست پاسخگوی مسائل ایران باشه، این هنوز به وجود نیومده، شکل نگرفته، ولی بعضی آدم ها رو میشناسم که در طرف من اسم نمیارم زیاد، برای اینکه نه خیر نکنن منفی یا مثبت برای کسایی تموم بشه، دارن صادقانه تلاش میکنن که یک تشکیلات یا یه حزب مدرن و اجتماعی صورت بگیره، شکل بگیره و فعالیت کنن. منم در ضمنم تاکید کنم، من اسم شیوا محبوبی و اختر قاسمی رو آوردم، ولی به هیچ وجه من وابستگی به من ندارن، این نباید مورد سوء تفاهم برای کسایی باشه، بلکه من براشون احترام قائلم، انسان‌های ارزشمندی هستن، فقط از این لحاظ اسم بردم، نه من هیچ نوع رابطه تشکیلاتی نه ندارم باشون، ولی دوستی رو حفظ میکنم.
توی ایران تنها سازمانی که هنوز اسمی ازش برده میشه جبهه ملی ایرانه، مثلا آقای کوروش. بله، من میدونیم به جبهه ملی هم، حتی چون خودم یک پیشینه جبهه ملی دارم، حتی به خودم اجازه دادم نامه سرگشاده نوشتم به رهبران جبهه ملی، انتقاد کردم. جبهه ملی آدم های صادقی توش هستن، ولی این کافی نیست. صداقت تنها کافی نیست، مبارزه سیاسی و تدابیری میخواد که بتونه جامعه رو به حرکت در بیاره، حتی در چارچوب بدون خشونت. به طور مثال من وقتی که رهبران جبهه ملی رو اون زمان قدیم، از مدتی بعد از مصدق، زمان مصدق، با این جبهه ملی ها میسنجم، اصلا قابل مقایسه نیست. آدم های خوبی هستن، ولی کارشون اعلامیه میدن نصیحت میکن. اما آخوند که با نصیحت نافرمانی مدنی هستن. شما صحبت از این کردین که 40 ساله یا هرچی بیشتر این جبهه، این دوست ما از آلمان نوشته که جناب ماسالی، من شما را از 40 سال پیش میشناسم و با نظرات سیاسی شما آشنا بودم. الان به نظر میاد که خیلی تغییر موضع دادید. بله، من در چارچوب بله بیشتر قانونی و غیر مثل صلح‌آمیز مبارزه کردم در خیلی من در رابطه با جبهه ملی. من امروز بسیار این هستم، ناراحتم به عنوان اینی که این مردم دردمند در داخل جامعه داره روز به روز قربانی میشن و اپوزیسیون ایران تبدیل شده به قم پوزیسیون و کار مثبتی انجام نمیده و حتی دست به دست هم. حتی ما یه مدتی بود در گذشته، ما با 7 نفر 8 نفر 10 نفر راه افتاده بودیم، شغل خودمون رو ول کردیم رفتیم خاورمیانه، در بیروت پایگاه درست کردیم، در یمن جنوبی پایگاه درست کردیم که مبارزه کنیم. الان اپوزیسیون اصلا مثل این که از این حالت ها نداره، از این کارا بلد نیست. توجه کردی که با اینکه شاه دیکتاتوری بود، ولی یک دیکتاتوری کلاسیک بود، هنوز میشد باش وارد گفتگو شد، ولی این رژیم فاشیستیه. اینو من عقیده دارم 10 برابر باید با خشونت رفتار کرد. پس تغییر روش شما به این خاطر. بله. آقای فاتحی میپرسن از شما، جناب ماسالی، آیا شما هم اعتقاد بر تعیین حکومت از طریق دموکراتیک آرای مردمی دارید؟ مسلمه که تشکیل یه حکومت آینده با آرای عمومی باید رابطه، ولی این فرمالیته کلی نیست. این باید در یک جامعه که حکومت رو عوض میکنه، بعد باید یه شرایطی به وجود بیاری که نقطه نظرات مختلف دیدگاهاشون رو، شرایط دموکراتیک به وجود بیاری. اول مطرح کنن، مردم آگاه باشن که این نظرش چیه، اون نظرش چیه، بعد با آرای عمومی. نه اینکه یهو تفنگ برداشتی این حکومت رو سرنگون کردی، بعد بگی مردم بیاین حالا رای بدین. اون مردم بیچاره نمیدونن به کی باید رای بدن. توجه کردی؟ نتیجه شد دیگه اون حماس و حزب الله و بله، منطقه کشورها از این دیکتاتوری ها شکل میگیره. اینجوریه، من حرف از تفنگ میزنم برای این فاشیزمه، ولی برای بعد از حکومت شما دیگه به تفنگ احتیاج ندارین. شما باید یک شرایط دموکراتیک که به وجود میاد بذارین تمام دارندگان اندیشه نظریات خودشونو مطرح بکنن، رقابت بکنن، رقابت دموکراتیک، تا مردم تشخیص بدن کی حرفش رو قبول دارن. ولی آقای ماسالی، شما، من تو ارتش بودم، این قدرت اسلحه رو میدونم. وقتی اسلحه داری، تفنگ، اینجوری نیست شب که شد دیگه تموم بشه بذارش کنار. اگه با این اسلحه به قدرت رسیدی، اتفاقا چون با اسلحه به قدرت رسیدی فکر میکنی که من اینو نگه دارم، شاید فردا بهش احتیاج داشته باشم. خب و همون فردا فردای خطرناکه. جوابتون در این حاله؟ نه، درسته. من نمیگم که هیچ نیروی نیست که مبارزه کرده، اسلحه داره، فردا اسلحهش رو کنار میذاره. من نه، برای نگه میداره، برای علیه مردم به کار نمیبره. توجه کردید؟ مقصودم اینه، این اسلحه رو نگه میداره که از یک کودتای دیگه جلوگیری بکنه، از دخالت خارجی جلوگیری بکنه. اصلا انواع و اقسام حوادث پیش میاد، مثلا هم در ایران اینجوری بوده، هم در مصر. مثلا میگم عبدالناصر
یه حکومت برگزیده مردم بوده، ولی چقدر تلاش کردن کودتا بکنن که اونو از بین ببرن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کانال سوئز رو ملی کرده بود، توجه کردی؟ و من تماس داشتم اون زمان، بعد یارو با اینا حتی یه مرتبه دعوتم کردن رفتم مصر. اون زمان یارو میگفت هم با ماندلا تماس داشتم در آفریقای جنوبی، اینا اصلا میگفتن مصدق و عبدالناصر همه اینا ما سمبول های ما هستن، و جوانایی که باشون ملاقات میکردم، توجه کردی؟ چرا؟ برای اینکه یه از با دست خالی با یک تشکیلات مختصری موفق شده بودن از شرایط داخلی و بین‌المللی استفاده بکنن، به قدرت برسن و یک تحریر رو به اجرا در بیارن. البته بعداً ببینیم هی کودتا کردن، هی و این دستاوردها رو از بین بردن. من عقیده دارم وقتی گفتم با آسیب شناسی گذاشتم باید دقت بکنیم، اینه ببین یکی تر داشته باشیم مبارزه بکنیم که این حکومت رو ساقط بکنیم، ولی آگاه باشیم که بعدن هم نیروهای خارجی و هم ارتجای داخلی دنبال بازسازی خودشون قدرت خودشون خواهند بود. شما باید اونا قدرت بیسادگی رها نمیدن. آره، باید آماده باشی جلوگیری بکنی از اون اسلحه، از این لحاظ به درد میخوره، ولی نه برای سرکوب مردم. دوستان عزیز، این موقع دیگه الان شب توی آمریکا و زمستان هم هست و آقای ماسالی هم خسته هستن. ممنون که با ما بودید. باز اگر بودید در همین شهر و دیار سری به ما بزنید. الان دیگه ما نزدیکتر شدیم به شما، آمدیم نزدیک CIA. بله، در حال من عقیده دارم که گفتگوی تلویزیونی و استفاده از اینترنت تکنولوژی جدید یکی از راهکار است، ولی من کار دیگه هم که می کنم، سفر می کنم این بر اون بر یا تماس می گیرم آدمهایی رو که در طول زندگیم شناختم، ازشون بهشون اعتماد دارم و یا داخل کشور یا خارج از کشور، اینا آدمهایی هستن که میشه با هم دیگه دست به دست هم بدیم و دو مرتبه و به یه جریاناتی که فرو پاشیده و یا شکل نگرفته اینا رو بازسازی بکنه آدم و به یاری جوونا بپردازیم و کوشش بکنیم. من خودم کوشش خواهم کرد که اون تجارب رو به صورت نوشته های مختلف باز در اختیار جوونای داخل کشور قرار بدم. مثلا مثال من یه جزوه دارم که اون زمان به صورت میکروفیلم در آورده بودم با چریکا در ارتباط، بنابراین حالا میشه باز از این استفاده کرد. این نوشته های شما همش روی وبسایت هست یا نه؟ خیلی از نوشته های چند تای اخیر نیست، ولی اونا هم اضافه خواهد شد. بسیار ممنونم. دوستان عزیز اگر سوالی یا نظری دارید حتما با آقای ماسالی تماس بگیرید و ایشون امیدوارم در برنامه های آینده یا به صورت شخصی به خودتون پاسخ بدم. در ضمن یه توضیح بدم، هر کسی میخواد تماس بگیره، من یه آدمی نیستم که وارد جدل های شخصی بشم و خودم رو مشغول بکنم. یه سوالات اصولی وجود داشته باشه، حتی اختلاف نظر اصولی وجود داشته باشه، من میتونم بهشون پاسخ بدم، ولی خودم رو درگیر جدل های شخصی و غیره و من نه طالب قدرت طلبی شخصی هستم، نه حزب و گروهی دارم که میخواد به دیگران فرمان بده، بلکه تلاش میکنم یه جبهه قدرتمند سراسری در ایران شکل بگیره، این مملکت نجات پیدا. بسیار ممنونم. دوستان از شما هم ممنون هستیم که با ما بودید و این برنامه چند روز هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه، روی یوتیوب هم به صورت آرشیو و بایگانی قرار میدیم و روی فیسبوک هم باقی خواهد موند. خیلی ممنون که با ما بودید، امیدوارم که باز هم با شما باشیم. خانم دکتر جیلانی هم از فرانسه برای شما نوشتن با آرزوی سلامتی آقای ماسالی. بسیار درود فراوان بشیم. بله، این جیلانی همون گیلانی خودمون دیگه. خانم جیلانی خیلی ممنون و برنامه رو اگر ندیدید از اول میتونید تماشا کنید. امروز روز شلوغی بود اینجا.
جدل دیگه در این سن و سال، خانم جیلانی میگن که جدل و دعوا دیگه در این سن و سال خطرناک. به حرف دکتر گوش کنید. خیلی ممنون از یکایک شما دوستان، براتون آخر هفته خوبی آرزو میکنم، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر.